اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم فان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاغسلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بعد از تبیین احکام اسلام به صورت شفاف به طوری که قد تبین الرشد من الغی فرمود لا اکراه فی الدین، بعد از اینکه مردم را از راه حکمت موعظه حسنه و جدال احسن دعوت فرمودن و تبیین و تعلیل کردن فرمودن لا اکراه فی الدین، دمامداران کفر نمی گذاشتن که معارف الهی به سطح گوش توده مردم برسه. نه تنها مانع رسیدن این معارف به اطلاع مردم بودن، بلکه با پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و مؤمنین درگیر بودن که 13 سال اینها را در مکه تحت فشار قرار. در مدینه بعد تشکیل حکومت اسلامی جنگ بدر و امثال بدر رو هم بر اینا تحمیل کرد تا رسید به سال 8 هجری. یه تعهدی بین حکومت مرکزی و مشرکین مکه برگزار شد که اینها طرفین در امان باشند، لکن اونها نقض عهد می‌کردن، هر جا مسلمان‌ها رو می‌دیدن می‌کشتن و به این عهد خیانت میکرد. بعد از آن در سال 9 این سوره مبارکه براءه بخش اولش نازل شد که اعلام تبری کردن. بعد از اینکه اون ساختار اصلی نظام این بود که به این جنحوا للسلم فاجنحوا له که در سوره مبارکه انفال بود، به سوره انفال هم در زمان جنگ بدر و همون محدوده نازل شده است و خطوط کلی را مشخص فرمود که اگر اونها مائل به صلح شما شروع به جنگ نکنید. چه این که در صورت جنگ هم اونطوری که در سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت فرمود به این که فقط متعرض کسان بشوید که با شما در نبردن. آیه 190 سوره مبارکه بقره این بود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کفاری که کاری با شما ندارن شما با اونو کار نداشته باشید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید. کفاری که با شما درگیرند کاری با شما دارن مهاجمن، با اونها مبارزه کنید. پس و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، از اینا تعدی نکنید. کسانی که کاری با شما ندارن شما هم کاری با نداشته باشید. همین کفارم هم اگر مائل به صلحن به این جنحوا للسلم فاجنحوا له. خب پس در مرحله اول تبیین احکام الهی، تعلیل احکام الهی طوری که قد تبین الرشد من الغی بشه، بعد اعلام فرمود به اینکه لا اکراه فی الدین، برای اینکه راه حق مشخص شد، راه باطل مشخص شد، اگر نخواستید بپذیرید نخواستید. منتها تحامل و تهاجم از اون طرف شروع می شود
به جنگ های فراوانی را علیه حکومت اسلامی تحمیل میکند. بعد از اینکه در سوره مبارکه حج فبود اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو اجازه دفاع داده شد، در سوره مبارکه بقره فرمود که جنگتون و مبارزتون نسبت به کسانی باشد که با شما درگیرند و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا، از اینا تعدی نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، تجاوز بده، چه شما تجاوز کنید چه اونها. کفاری که کاری با شما ندارن، شما اگر سرریز کنید اونها رو مصدوم کنید، خب تجاوز دیگه، این کار بدان است. بعد از جریان صلح حدیبیه و نقض عهد مشرکین و اینکه اونا که در امان بودند و در ظرف تعهد فنا بود که کاری مسلمان نداشته باشند، مخصوصا کسانی که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمایندگی تبلیغ داشتند، اینا رو گرفتن و کشتن. با نازل شدن سوره مبارکه برای اون عهدنامه ها تمام شد، یعنی دیگه ما تعهدی نسبت به هم نداریم. لکن این کار در حد عدل است، یعنی اگر حکومت اسلامی می‌فرمود به این که شما که با ما عهد بستید و عهد رعایت نمی کنید و دستتون به هر کدام از ما رسید می کشید، ما هم عهد رو گذاشتیم کنار، می خواهیم جبران بکنیم. اگر در همین حد بود این می شد عدالت، در حالی که ذات اقدس اله مردم را به بالاتر از عدالت وادار می کند، بهرن خودش هم باید بالاتر از عدالت را عمل بکنه. بالاتر از عدالت احسان است و صبر. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که مرحله بالاتر از عدالت و کاملتر از عدالت احسان است. لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین. بالاتر از کیفر دادن صبر کردن است. لذا دستوری که از طرف ذات اقدس را به مسئولین حکومت مرکزی در مدینه داده شد این است که گرچه اونها نقض عهد کردن بدون اعلان قبلی، شما هم اگر بدون اعلان قبلی نقض عهد بکنید این عدل است، ولی ما میخوایم بالاتر از عدل باشه، با اعلام قبلی نقض عهد کنید. و این بخش اول سوره مبارکه براءه را رسمن در حضور همگان بخوانیم که این نقض عهد و فسخ عقد علنی باشد. یک، و اگر چنون که شما هر کدام از این مشرکین را دستگیر کردید یا در دسترس شما بود کشتید، این طبق عدل است، ولی که اونا کشتن شما اگر بکشید عدل است، ولی میخواهیم بالاتر از عدل باشد، یعنی احسان باشد. در این مدت هیچ کاری با آنها نداشته باشید، چهار ماه هم اینا رو مهلت بدید. فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، پس اعلام قبلی هست، اونا اعلام نکرده نقض کرده، شما اعلام کرده عهد را که علم یکن تلقی میکنید. این میشه احسان که بالاتر از عدل است. اونها بدون اعلام قبلی نقض عهد کردن و کشتن، شما با اعلام قبلی عهد را فسخ میکنید، برای کسی را نمیکشید، دست به شمشیر نمیبرید، چهار ماه اینا را مهلت میدید که اینا فکر بکنن. فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، اونگاه فرمود خیزن سلخ الاشهر الحرم، دیگه باید دفاع بکنید. شما همطور بشینید و مسلمان را گوش کنار بکشن که دیگه این خودش ظلم است، یعنی قدرت مرکزی، حکومت مرکزی شاهد شرارت یاغیان باشد و از زیر مجموعه خود دفاع نکند، خب این ظلم دیگه. فرمود فیزن سلخ الاشهر الحرم، اونگاه با اینها درگیر بشید. پس وعظان من الله و رسولی الى الناس یوم الحج اکبر، که الان که مثلا دهم ذیحجه است تا دهم ربیع الثانی شما مهلت دارید. ان الله بری امن المشرکین و رسوله
فین توبتم فوق خیرون لکن، اما به این تولیتم چند چیز را بدانید. یک، بدانید که انکم غیر معجز الله، کاری از شما ساخته نیست. دو، بشر الذین کفروا به عذاب علیم، که این ناظر به عذاب آخرت است. در آیه قبل، یعنی آیه دوم همین سوره مبارکه توبه، فرمود و ان الله مخزی الکافرین. این سه، دو عذاب که یکی مربوط به دنیا است، یکی مربوط به آخرت است، در بخش دوم و سوم ذکر شد. و اینکه شما کاری از پیش نمیبرید و نمیتوانید خدا و حکومت دینی را عاجز کنید، اینم در بخش اول ذکر شده است. اینکه غیر و معجز الله هستید بخش اول، و ان الله مخزی الکافرین بخش دوم، و بشر الذین کفروا به عذاب علیم که اگر مربوط به آخرت باشد بخش سوم. جامع اینها را در بخش های دیگر یک جا ذکر فرمودند، گاهی پراکنده، که دو عذاب به انتظار این کفار و منافقین است، یکی عذاب دنیاست، یکی عذاب آخرت. آیه 16 سوره مبارکه ها من فصلت این است: فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا ولعذاب الاخره اخزاهم لا ینصرون. پس اینا گرفتار دو عذاب شدن، یکی رسوایی دنیا، یکی هم رسوایی آخرت. این رسوایی عذاب روحی است. در حقیقت این چهار عذاب است که دو عذاب مربوط به جسم اینهاست و دو عذاب مربوط به روح اینها. در اون بخشی که داد ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الله بین الانصار، این هم ناظر به دو عذاب است. ربنا انک من تدخل النار، خب این عذاب جسمانی و حسی، فقط اخزیته و یعنی آبروش بردی. یه وقت آدم در اثر آتش سوزی دستش میسوزه، پاش میسوزه، این دیگه رسوایی نیست، این فقط سوزش دست و پاست. ولی تعذیب الهی این چنین نیست. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، یعنی قبلا محاکمه کردی، او محکوم شده، معلوم شده جنایت کرده، بد کرده، و این تعذیب هم نشانه تبهکاری او. یه وقت از سیل میاد، زلزله میاد، حوادث دیگر میاد، خانه ویران میشه، انسان آسیب میبینه، خب این رنج بدنی است، یه خزی نیست. اما در جریان قوم عاد که فرمود فرسل الله علیهم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا، این رسوایی است. ولی عذاب الاخرت اخزا، پس یه عذاب ظاهری است که اون سیل از زلزله است، طوفان است و ماننده اون، یکی سلب حیثیت است که عذاب روحی است. این در دنیا. در آخرت هم یه عذاب ظاهری و بدنی است که سوز با آتش، یکی هم سلب حیثیت است که عذاب روحی است. پس چهار تا عذاب شد. در این بخشم که فرمود بدانی خدا مخزی الکافرین است، و هم از همین قبیل است. چنین که در آیه 26 سوره مبارکه زمر هم به همین صورت آمده، آیه 25-26 این است: کذب الذین من قبل فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم الله الخزی فی الحیات دنیا ولعذاب الآخرت اکبر لو کان یعلمون. این در حقیقت چهار تا عذاب است: عذاب ظاهری دنیا، عذاب ظاهری آخرت، عذاب معنوی و روحی دنیا که سلب حیثیت باشد، و عذاب معنوی و روحی آخرت اون هم سلب حیثیت است که از سلب حیثیت به عنوان خیر یاد می شود. این که فرمود و ان الله مخزی الکافرین، یعنی سلب حیثیت بودن بالاخره، این نظیر سخت و سوز آتش سوزی دنیایی و مانند اون نیست، عادی نیست. خب فرمود در این حال که ما نسبت به کفار و مشرکین چه این تصمیم گرفتیم، این نه برای آن است که میخوایم مثلا شرک را برداریم که تفتیش عقیده باشد و نمیدونم اگر کسی
صرف این که مسئله بر او روشن نشد اعدام بشود نیست. الانم با این که ایران مشکن، با این که حق روشن شد، اگر واقعا به عهد و امضایشون احترام میدارن کاری بونو نداشته باشید. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. اونا که نقض عهد نکردن، شرایطی را کم و زیاد نکردن، کسانی را تحریک نکردن، بر دیگران جاسوسی نکردن، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. اینا دیگه سخن از چهار ماه فسیح و فرعرض اربعه اشهر که سخن از امان چهار ماه باشد اینطور نیست. اگر عهدش رو مثلا یک سال دو سال کمتر بیشتر مونده، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. ان الله يحب المتقين. کسانی که تقوای سیاسی را رعایت میکنن، امضاشون رو محترم میشمرن، خدا اینها را دوست داره. رعایت عهد، اتمام عهد، اینها تقوای سیاسی است. فعلا تلق الاشهر الحرم. اگر اون چهار ماهی که به مشرکین تبهکار، به مشرکین ناکس و ناقض عهد مهلت دادید، اون چهار ماه گذشت، دیگه فقطر المشرکین ایسو وجد دونه. آیا این از سنخ امر عقیبه حضر است که مفید اباحه است؟ یا نه، یه دستور رسمی است به حکومت مرکزی که مبارزه واجب است. یه وقتی این فرمود که لا تقتل السید و انتم حرام، یعنی در حال احرام سید بری حرام است. بعدم فرمود به اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام به در آمدید سید کنید. چین امر واقع عقیبه هست مفید اباحه است نه وجود. یعنی قبلا صید بری حرام بود، الان صید بری حرام نیست، نه واجب است. اینجا هم که فرمود قتال مشرکین در اون چهار ماه حرام است، چون در امان هست، اونا باید که اطاعت کنید و به اونها امان بدید، خب کشتن اونها حرام. فیزن سلخ الاشهرم فقطر المشرکین از سنخ اباحه است، یعنی امر عقیبه حضر است. یا نه، این امر است به معنای خاص خودش، یعنی واجب است که از حوزه اسلامی دفاع کنیم. ظاهرا این دومی است به قرینه این که فرمود فقطر المشرکین ایسو وجدتموهم به خضوهم و احسروهم و قعودو لهم کل مرصد. شما برای اینکه ریشه فتنه را بکنید ناچارید که اونا را از پادر بیارید، برای اینکه اینا هر جا دستشون رسید مسلمان را گوش کنار میکشن. در بحثهای قبلا برادر فرمودید که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این کلمه دوبار نازل شد. قبلا هم بحث درباره این کلمه گذشت که چرا یک جا فرمود که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدینو کله لله. این یک. در جای دیگر فرمود و یکون الدینو لله، کله رو ندارد این دو. این برای اون بود که بار اول که نازل شد کلمه کل هست، یکون الدینو کله، همه دین مال خدا باشد. دیگه در حجاز یک دین دیگری به نام وثنیت و امثال ذالک نباشد که اونا مقتدرانه قلدری کنند دستشون به حرکت رسید، حتی اونا که در امان هستن اونا را بخشند. لذا بار اول کلمه کلهو آمد، بار دوم کلمه کلهو ند. پس قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. اینجا هم برای اینکه فتنه برداشته بشود خضوهم بحثروهم وقلولهم کل برسد، اینا که منشأ فتنه هم به دلیل اینکه اینها نه تنها اون 13 سال هر که دستشون برمی آمد آزار کردن، بلکه الان هم که با حکومت مرکزی اسلام تعهد بستن، امضا کردن، کاری بنا داشته باشن، نمایندگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو در اون جریان صلح حدیبیه بعدش هم هرچی گرفتن کشتن. اینطور نیست که مسلمان در سرون در امان باشن که. بنابراین
فیزن سلخ الاشخور و الحرمو فقطر المشرکینه حیثو وجدتموهم، و اونها رو مؤاخذه کنید، بگیرید، محاصره کنید و کمین کنید و قدره هم کل مرسد. مگه شما نمیخواید این راه ها را امر کنید از اشرار؟ خب این در بچه مردم در امام نیستن. آخر شما اگر این راه ها را امن نکنید، کمین نکنید، این هم دستشون برسه به هرکیز میپوشن دیگر. این وقع ادوله هم کل مرسد یعنی تمام راه ها را امن کنید. خب یه وقتی بیگانه کمین میزد در منطقه های مرزی، حالا یا به بهانه مسائل سیاسی یا به بهانه مواد مخدر و قاچاق، اینا این اشراری که راه ها را ناامن کردن، وظیفه حکومت مرکزی این هست که این امنیت زیر مجموع خود را تعمیل بکند یا نه. این که میگن برخی ها از حیوان پست ترند، برهانش هم تو این کتاب های حکمت هست. میگویند به این که این مرغ خانگی مادامی که مادر نشد مسئولیت پیدا نکرد، در حد یک مرغ زندگی میکنه و هر که هم دید فاصله میگیره. اما وقتی که چند تا تخم و مرغ را زیر پرش گذاشتند و در اون شرایط خاص این چند تخم مرغ به صورت جوجه شد و این شده مادر این بچه ها و اونها هم شدن فرزندان این و در حوزه استحفاظی اینن، حالا تا سرحد امکان از این بچه ها دفاع میکنن. مگه کسی میتونه به سراغ این بچه ها بره؟ همین مرغ خانگی ترسو حالا هی حمله میکنه. میگن اگر کسی از زیر مجموعه خود حمایت نکنه و امنیت اینها رو تأمین نکنه، از حیوان پس داره. بقیه کدوم حیوانی که از زیر مجموعه خود حمایت نمیکنه؟ انسانیت یه چیز دیگه است. انسانیت این نیست که آدم یه امنیتی رو برقرار بکنه. این تازه انسان بالقوه می شود. این یک حیوانیت خوبی، یه حیوانیتی تعلیم شده است. این محصول سگهای شکاری را چرا میگن حلال است؟ فکلو مما امسکنه که تو سوره مبارکه مائده بحثش گذشت. یعنی اگر یک شکاری رو اون شکارچی بسم الله الرحمن الرحیم نام خدا را برد و تیر رو انداخت و این سید هم در همون سنگلاخ های دامنی کوه افتاد و این سگ شکاری که تربیت شده بود رفت دور گره. خب یه وقت است که این سید را با تیر میاندازن و اون سگ پیدا میکنن که این ذبح نمیخواد، برای اینکه همون تیر ذبحه اون. یه وقت است نه، یه حیوان شکاری رو اعلام کنن که برود یه سیدی رو خفه کند و بگیره. یعنی یه تیری در کار نیست، خونی دیخته نشده، فقط این حیوان شکاری رفته اون حیوان رو خفه کرده و در اختیار صاحبش قرار داده. ذبح نشده، نهر نشده، منتها هنگام اقراء این حیوان شکاری باید نام خدا برده بشه. اینجا هم فکر رو مما امسکنه دیگه ذبح نمیخواد، نهر نمیخواد، دست رنج این کلب معلم حلال. چرا کلو مما امسکنه؟ این با سبای ولگرد فرق میکنه، با کلاب هراش فرق میکنه. این تعلیم شده است. لعلمهن مما علمکم الله، اون امانت را، اون تربیت را که خدا به شما آموخت، شما یاد این حیوانات بدید، یاد حیوانات هم که دادید پرا دسترندش بشه حلال. نجس هست اگر سگ گرفت با دویار شست، و این آیه در صدد بیان طهارت و نجاست نیست تا کسی به اطلاقش توسط کنه، در صدد بیان حلیت و حرمت است، نه طهارت و نجاست یا مطلقا. از این جهت اطلاق نداره. تو کلو من با امسکتم. خب حالا چرا؟ برای اینکه این امینه دیگه، تربیت شده است. حالا اگر کسی مالی در دست او باشد و در همین مال امانه خیانت بکند، آیا صحیح هست که بگویه یه عده از حیوانات پس دارند یا نه؟ برای اینکه حیوان تربیت شده که تو امانت خیانت نمی کند که. از این نمونه ها تو کتاب های عقلی فراوانه.
اینا تازه اگر کسی ندزدد یه حیوان تربیت شده است. انسانیت کجا؟ اون یه جای دیگه است. خب مقام انسانیت با حشر با فرشتگان اون تازه دالان ورودیشه. اگر کسی حد اقل تکلیف رو رعایت نکند از حیوان پست‌تر است. تأمین امنیت راه، امنیت زیر مجموعه، امنیت شهروندان، این وظیفه اولیه دولت مردان و حکومت مرکزی است. فعون فیضان سلخ الاشهر الحرم فقتل المشکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. یعنی چرا همه راه ها رو ناام کردن؟ اگر فعن تابو و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. اگر اینا واقعا توبه کردن و توبهشون هم به این بود که دیگه حالا مسلمان شدن و نشانه اسلامش هم این دو عنصر محوری در مقام عمل است، یکی اقامه نماز، یکی ایتاء زکات، اینا رو رها کنید. فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. باز برای اینکه در چنین فضایی راه را برای تحقیق باز بگذارن، اینا که جهانگردی دارن، جهانگرد در اینجا یه مقدار ناظر به همون جهانگردی های فرهنگی و مانندان است، نه برای بحث های دیگه. بحث های دیگر رو باید از جای دیگه استفاده کرد. اما در حال یه مشکی میخواد بیاد تحقیق کند، بیاد که پیغمبر چی میگه، قرآن چی میگه، اسلام چی میگه. و این احد و من المشکین از تجار کرد، جوار خواست. جوار یعنی پناهندگی، حالا یا پناهندگی سیاسی یا پناهندگی اجتماعی، از شما پناهندگی خواست. و این عهد و من المشرقین از تجاره که فعجل بود پناهندش کن. حالا اگه پناهندی سیاسی خواست پناهندی سیاسی، اگه پناهندی اجتماعی خواست پناهندش کن، که در کمال امنیت در کشور شما به سر ببرد. حتی یسمع کلام الله، این باقا تحقیق کند، بلاخره بخواد بیاد کتاب خونه مرکزی غیر مرکزی نسخه خطی ببینه، با علما مذاکره کنه. خب کار بیش نداشتی شد بیده تحقیقش بکنه و حجت حق بر او روشن بشه. وقتی هم که میخواد بره، اگر میدانید که راه ها امن است، که خب او رو رها کنید بره. اما اگر احتمال میدید که در بین راه یک تندروی افراطی به او آسیب برسونه، این کار نکن، با محافظ او رو به شهرش برسون. بالاخره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، نه او رو رها کن، او رو برسون به جایی که در ایمنی، وارد مرز خودش بکن در کمال امنیت. حالا یا راه ها رو امن بکن که کسی کاری بو نداشته باشه، یا اگر راه ها ناامنت یه محافظی همراه رو بفرست که او رو به مأمنش به مرزش برسانه. این میشه کمال احسان که بالاتر از عدل است. و این احد و من المشتکین از تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا يعلمون. اینا عالم نیستن. علم آن است که بالاخره یک نورانیه داشته باشد، انسان را به گذشتهش و آیندهش آگاه کند. در سوره مبارکه بقره گذشت، کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله دارد، حکیم نیست، عاقل نیست، سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصله گرفته است، سفیه است، که علم نیست. اینا خیال میکنن علم نیست. ذالک بانهم قوم لا یعلمون. در جریان مشرکین یه تعبیر به جهل دارد، یه تعبیر به فسق. جهلشون هم همین است، که این علم نیست. در این کسی که نسبت به آیندهش نابیناست و همجور دارد حرکت میکند، پس همش آگاه نیست. نسبت به نقض عهد فرمود اکثر این کفار فاسقند. این که در آیه 8 سوره مبارکه توبه که در پیش داریم فرمود به این که و اکثر اون فاسقون، فسق یعنی معصیت عادی نیست. اینا که بالاترین معصیت را که شرک و کفر است دارن. همه کفار فاسقند، همه مشرکین فاسقند.
شیخ فرمود اکثرشون فاسقن. این فسق سیاسی است، یعنی به تعهد به امضا به اون توافقشون اکثرشون عمل نمی کنن. یعنی وقتی که امضا کردن امضای اینا پیشنا محترم نیست. اومد در چنین شرایطی این فرمود اگر کسی از شما پناهندگی خواست، خواست پناهنده بشود، کاملا پناه بدید، بدهید حرفای اسلام رو گوش بدهد، بعد رم در کمال امنیت به منطقش برسانید. ما درباره این گروه سخنی نداریم که به اینا امنیت بدید و کاری همون نداشته باشید. اما اون گروه رو که ما گفتیم خضوهان و احضروهان و قدران کل مرسد، اونا کسانی هم که درباره اونها میگوییم کیفه یکون رو مشکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند البسط الحرام. ما که گفتیم براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين، برای اینا هیچ عهدی ندارن، نه عند الله عهد دارن که مسائل اعتقادیشون سالم بشه، نه عند رسول عهد دارن که مسائل سیاسیشون سالم بشه. امروز امضا میکنن فردا نقض میکنن. و حکومت مرکزی ما هم موظف است امنیت شهروندان خود را حفظ بکنند. قبلا چون هیچ چاره ای نداشتیم خب ظلم رو برای تحمیل میکردم، الان که میتوانیم دفاع بکنیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اگر ما شهرها را از اشرار ما امن نکنیم ما مسئولیم. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، که همون جریان صلح حدیبیه باشد. نه این یعنی نزدیک مسجد الحرام، یعنی فاصله کمی دو متری، یعنی نزدیک مکه با شما تعهد کردم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که اونها مستقیما نقض عهد ندارن شما نقض عهد نکنید. نگید حالا کافرن ما نقض عهد بکنیم، چون با فتح مکه باز مشرکین بودن دیگر، هنوز طغیانگری بود، با برخی از قبائل اینا تعهد سپردن. اگر حکومت مرکزی در خود مکه مستقر می شد خب یه پایگاهی بود برای حوزه اسلامی، ولی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق اون ضرورت مدینه را پایگاه قرار دادن. مکه که فتح شده است بسیار از مشکلین هم تو شرکشون داشتن، البته بیاد قرون فیدین الله افواجا، اما عده مشک بودن، برخی از قبائل تعهد سپردن، بعضی هم طبق بیان نورانی از تعمی سلام علیه در نهج البلاغه فرمود ما اسلمو بل استسلمو، فرمود دودمان اموی اینا اصاره زندگیشون رو دو بخش تشکیل میداد، ایشی قبل از فتح مکه، ایشی بعد از فتح مکه. قبل از فتح مکه کافر محض بودم، بعد از فتح مکه منافق سیر شدم. اینه لحظه ایمان نیاوردم. بله در سال نهم آمده اعلان براءت کردم. چرا اعلان براءت کردم؟ چون در جریان صلح حدیبیه و امثال حدیبیه حکومت مرکزی با مشرکین تعهد عدم تعرض بستن. فتح مکه سال هشتم بود، این بعد از اون صلح حدیبیه است، لکن بعد از جریان فتح مکه عده‌ای ما اسلمو بل استسلمو همطور موندن و تعهد هم سپردن کار نداشته باشن. اینطور نبود که همه اینها مسلمان شده باشن، ما اسلمو بل استسلمو، لکن این نیرنگ را اعمال میکرد، دستشون به هر کی میرسید آسیب میرسوندن. فرمود اینهایی که عهد را بستن و عهد را نشکستن فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. اما درباره دیگران که ما گفتیم فقتلوهم و خذوهم و احصروهم و قدرهم کل مرصد، اینا کسانی هستند که الان هم ان یظهروا علیکم لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه، نه به اون پناهنده های سیاسی اجتماعی رحم میکنن نه کسانی که تبانه تأثیر سپردن. پناهنده تعهد نمیسپارد، این در حقیقت زیر دست پناه برده،
اما قدرت مرکزی امضای متقابل دارد، یه تفاهم دارد، یه توافق دارد، یه عقد و عهدی دارد. فرمود به اینها نه از نظر عاطفی به این پناهندگان سیاسی یا اجتماعی رحم میکنم، نه از نظر قدرت سیاسی و حرمت سیاسی با کسانی که امضا کردن اون عهد رعایت میکنم. ال هم پناهندگی لا یرغبون فیکم الا ملازم. خب این در کمال فرومایگی است دیگه. و اگر ظاهرا بگوین ما کاری نداریم، همون ما اسلمو بل استسلمو این نهج البلاغه است که فرمود یرجونکم به افواههم اما به تعبا قلوبهم. این تعبا قلوبهم همون نفاقه. بعد جنبندی کرد فرمود به اکثرهم فاسقون. خب اکثر کفار، اکثر مشرکین فاسقن یعنی چی؟ یعنی فسق سیاسی دارن، وگرنه اون فسق عبادی که همشون دارن، که همشون کافرن، همشون مشرکن. فرمود اکثرشون فسق سیاسی دارن، یعنی نقض عهد میکنن. لذا در چنین زمینه فرمود به اینکه اینها رو باید مهار کرد. الحمدلله.